با عرض سلام باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای ما. لطفا چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید تا هیچ یک از ویدیوهای جدید و جالب ما را از دست ندهید. واکنش ها در مورد ترور نعمت الله روان، آمار بخش رسانه‌ای وزارت مالیه و گردانده پیشین تلویزیون طلوع نیوز. لطفا تا پایین ویدیو با ما همراه باشید. نعمت الله روان، آمار بخش رسانه های وزارت مالیه و گرداننده پیشین تلویزیون خصوصی طلوع نیوز، پس از چاشت امروز در یک حمله مسلحانه در ولایت قندهار کشته شده است. وزارت مالیه اعلام کرده که آقای روان برای طی مراحل اسناد خود به قندهار رفته بود. فرد یا گروه تاکنون این حمله را بر عهده نگرفته است. نهادهای امنیتی کشور اما طالبان را عامل ترورهای هدفمند در کشور عنوان می کنند. نعمت الله روان در حال در ولایت قندهار ترور شده است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دیروز بر رسانه ها و خبرنگاران از آنچه عدم رعایت بیطرفی در پوشش رویدادهای خبری عنوان میکرد هشدار داده است. در همین حال نی یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان از نهادهای امنیتی کشور می خواهند تا امنیت خبرنگاران را در اولویت برنامه های خود قرار دهند. به نقل از خبرگزاری نشانه، این اداره به ترور نعمت روان گرداننده پیشین برنامه های تلویزیونی واکنش نشان داده و آن را زنگ خطر تازه برای رسانه ها خوانده است. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی دفتر نای پنجشنبه 16 سور حمله بالای آقای روان را ادامه حمله های هدفمند بالای خبرنگاران و کارمندان رسانه خوانده است. در همین حال ارگ با نشر اعلامیه گفته است که رئیس جمهور غنی این حمله را محکوم کرده است. اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به شهادت خبرنگار نعمت الله روان، ارگ ریاست جمهوری نوشته است که ترورستان به سلسله جنایتشان ظهر امروز نعمت الله روان، خبرنگار پیشین و آمر مطبوعات وزارت مالیه را در یک حمله تروریستی در ولایت قندهار به شهادت رسانده است. در این اعلامیه که از سوی ارگ نشر شده است آمده است، رئیس جمهور غنی ضمن محکوم نمودن این حمله تروریستی گفته است که ترورستان با ایجاد این گونه وحشت ها نمی توانند آزادی بیان و صدای رسای مردم را خاموش نموده و باور هموطنان ما را برای آینده روشن کشور تضعیف نمایند. در این اعلامیه آمده است که گروه طالبان باید این را درک کنند که تداوم جنگ و خشونت بر علیه مردم خلاف دستورات اسلامی و انسانی بوده و راه معقول نیست، بلکه باعث پیچیده شدن بحران و ضایع شدن فرصت های صلح می گردد. در اخیرین اعلامیه که از سوی ارگ به نشر رسیده است آمده است که رئیس جمهور غنی ضمن هدایت جدی به مسئولین مربوطه به خاطر شناسایی و مجازات عاملین رویداد متذکره، مراتب تسلیت و غمشرکی عمیق خویش را به خانواده شهید نعمت الله روان، همکاران موصوف و خانواده بزرگ مطبوعات ابراز میکند و برای وی بهشت برین از درگاه عزت متعال تمنا دارد. در همین حال وزارت داخله با نشر اعلامیه نگاشته است که ترورستان به ادامه جنایتشان نعمت روان، خبرنگار و گوینده تلویزیون را در ساحه حوزه 14 شهر قندهار به شهادت رساندند. در این اعلامیه که از سوی وزارت داخله به نشر رسیده است آمده است که گروه های تروریستی با انجام این چنین جنایات و حملات آزادی بیان و صدای رسای خبرنگاران را محدود ساختن نمی توانند. وزارت داخله افزوده است که ما خود را متحد به حفاظت از آزادی بیان و تامین امنیت خبرنگاران می دانیم. نیروهای امنیتی در ماهای پسین به اساس اطلاعات ده‌ها مورد تهدید علیه خبرنگاران را خونسا نمودند و نیز تعدادی از ترورستان و شبکه دخیل در ترور و قتل خبرنگاران و فعالین مدنی بازداشت گردیده و به پنجه قانون سپرده شدند. در اخیر وزارت داخله نگاشته است که رهبری وزارت امور داخلی افغانستان مراتب تسلیت و غمشرکی خویش را به خانواده شهید نعمت روان ابراز داشته، از بارگاه خداوند برای آنها صبر جمیل استدعا می دارد. با این حال احمد سعیدی، فعال و تحلیلگر سیاسی، در برگه رسمی فیسبوکش در این مورد چنین نگاشته است: امروز یک بار دیگر شاهد به شهادت رسیدن نعمت روان، خبرنگار سابق طلوع نیوز بودیم که توسط دشمنان اسلام ناجوان مردانه ترور گردید. احمد سعیدی گفته است سخت دشوار و غیر قابل تحمل است که هر روز شاخه
سروی از مطبوعات قوت های مسلح و فرزندان اصیل این سرزمین به زمین می افتد ولی فریاد را کسی نمی شنود. آقای سعیدی افزود است ارگ نشینان مغرور و خودکامه دیگر تسلیت نگوید و غم شریکی نکنید. شما من حیث زمامداران به خاطر جلوگیری از این قتل های هدفمند و زنجیره‌ای مسئولیت دارید که هرگز مسئولیت خود را به طور درست انجام ندادید. من حق دارم کسانی که در برابر ملت مسئولیت خود را درست انجام نمی دهند آنها را مجرم خطاب کنم. آقای سعیدی در اخیر اضافه کرده است عاملین این خطرهای زنجیری مجرم، خائن و وطن فروش هستند، اما کسانی که مسئولیت جلوگیری از این گونه حوادث را دارند و غفلت می کنند آنها نیز بزرگترین جرم و خیانت ملی را مرتکب می شوند. همزمان با این بی بی سی گزارش داده است که نعمت روان آمر مطبوعات وزارت مالی افغانستان و مجری سابق تلویزیونی در قندهار کشته شد. خانواده او بر رسانه‌ها گفتند که مادر حاملش هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفته و جان باخت. تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله به آقای روان را بر عهده نگرفته است. گزارش شده که نعمت روان برای سپری کردن ایام رخصتیش به قندهار رفته بود. تلو نیوز گفته است که او 3 هفته قبل به وظیفه‌اش در این شبکه پایان داد و به عنوان آمر مطبوعات و سخنگوی وزارت مالیه کارش را شروع کرد. نعمت روان گوینده خبر و مجری بحث‌های سیاسی در تلو نیوز بود. ترور این مجری سابق تلویزیونی با واکنش گسترده فعالان و کاربران شبکه‌های اجتماعی افغانستان روبرو شده و آن را به عنوان یک عمل وحشیانه محکوم کردند. نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان یا نی در اعلامیه ترور نعمت روان را یک ضایعه بزرگ به جامعه رسانه‌ای کشور خوانده و گفته که او در حال به قتل رسید که به تعدادی از خبرنگاران در قندهار از سوی نهادهای امنیتی گفته شده که شماری از آنها زیر تهدید جدی گروه‌های تروریستی قرار دارند. دیروز طالبان با انتشار پیام خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای در افغانستان را متهم کردند که به ابزار پروپاگاندای دولت تبدیل شدند. طالبان تهدید کردند که در صورت ادامه این کار با عواقب آن روبرو خواهند شد. سفارت‌های بریتانیا، ایالات متحده آمریکا در واکنش به این هشدار طالبان در اعلامیه مشترک گفتند که از رسانه‌های آزاد در افغانستان قویاً حمایت می‌کنند و خشونت‌های جاری علیه رسانه‌ها و تلاش‌های طالبان برای ساکت کردن خبرنگاران را با شدیدترین شکل ممکن محکوم می‌کنند. همچنین دیروز عارف رحمانی نماینده غزنی در مجلس نمایندگان به نقل از رئیس امنیت ملی افغانستان در توییتر نوشت تبلیغات بعضی از تلویزیون‌ها به نفع طالبان شوکه کننده است. این آزادی بیان نیست، استفاده از آزادی بیان است، تحمل نمی کنیم. اما ریاست امنیت ملی افغانستان با نشر خبرنامه گفته که آنچه را در رسانه ها به احمد ضیاء سراج رئیس نهاد نسبت داده شده به دور از واقعیت تحریف شده و جهادگرایانه می باشد. این نهاد جامعه رسانه ای افغانستان را محافظان اصلی ارزش ها و دستاوردهای 20 سال گذشته قلمداد کرده است. دوستان عزیز، پس از این که تا پایین ویدیو با ما همراه بودید. اگر می خواهید از آخرین و تازه‌ترین رویدادها و تحولات افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید، پس چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید. تا درود دیگر، بدرود.